از این بگو. خب یکی دیگه از دلایل که دلیل آخرم هست، اگه اونو بفهم و جاشونو پیدا کردیم، مادرت، مادر جون، مریم، هی یاد اونا میکنن، وقت و بی وقت میگن اینو واسه شون ببری، اونو واسه شون ببری. مامان جون باز شروع شد، نگرانم. آخه بس کنه، کمی سر کوچه نیست، تا بیا یکم طول میکشه، بعدش هم دیگه هر جا باشه الان پیداشون میشه. ما باید خودمون با اینا میرفتیم. بی بگی دست من رد نکن. خاله آخه چه خبره؟ این همه آدم هلک و هلک دنبالشون بیافتیم، خب پسر میفهمه. نمیفهمه، اون پسری که من دیدم ساده تر از این حرفا. اومدن. خیلی خوب، خیلی خوب. چرا اینجوری داد میزنی بچه خوابه خودمون؟ فهمید. سلام. چی شد؟ خب یکی بپرسین دیگه، آدم قاطیم بره. خب اول همه من میپرسم پیداشون کردی یا نه. خب مادر جون شما سوالتو بپرس. خب خیلی خب، پیداشون کردی یا نه؟ لیلا خانم شما سوالتو بپرس. پیداشون کردی؟ مریم خانم شما سوالتو بپرس. مسخره بازی شروع شد؟ نه، گفتم یکی سوالاتونو بپرسین بعد کلی جواب بدم، چون سوالا یه شکل دیگه. امیر خان، خاله جان، چرا وسط این هیریویری شوخی میکنی آخه؟ اه کیوان جونم، پیداشون کردی یا نه؟ با اجازه آقا. نه نه. چرا اینجوری به بچه میگی نه؟ خب پیدا نکردیم دیگه بابا. اون رفت سوار یه تاکسی دیگه شد، ما هم نمیتونستیم بریم تو اون تاکسی بشینیم دیگه، مجبور شدیم بریم یه تاکسی دیگه بگیریم، چون میشستیم تو تاکسی ما رو میشناخت دیگه. آقا دنبالش افتادیم، اون رفت توی خیابون دیگه، بعد همینجوری که داشتیم رفتیم یهو پیچی توی خیابون دیگه، بعد آقا رسید به یه چهارراه. جانم وایس سر همه گیج رفت. باشه عزیزم، حالا سوسه میاریم وسط، رسیدیم به یه چهارراه. آقا ما دنبالش داشتیم، اون چهارراه رد کرد، ما اومدیم رد کردیم، نارنجی شد. آقا نارنجی که شد یارو زد ترمز، گفت منو قرمز شد. قرمز شد، گفتیم آقا برو عزیزم، برو، حیاتیه، مسئله زندگیه. گفتم یه پولی هم بیشتر میدم، این شاهده دیگه. یارو نرفت. بس امین خان یه کلمه بگو، پشت چرا قرمز گیر کردیم نتونستیم پیداش کنیم؟ یه کلمه، پشت چرا قرمز گیر کردیم نتونستیم پیداش کنیم؟ واقعا واسه لاجرز دیوار خوبی، واکن دیگه. سلام. سلام. کدوم گوری قایم شدن؟ تو همون خیام پشتی توی آشپزخونه. خیلی خب، ببین چک کنین جریان آشپزخونه، ببین مامور بازار نباشه. تو همین یکی دو ساعت تاتوشو در آوردم. چطوری؟ خودم رو معمول جا زدم، از در و همسایه آمارشون رو گرفتم. ببین سمیه، تو خیلی آدم باحالی هستی، خودت نمیدونی، من ازت خیلی خوشم میاد، ولی در این حال یه ایراد کوچولو داری که البته قابل حل ها. نظر لطفتونه سیروس جان، نظر لطفتونه. ببین من در کنار شما پر از ایرادم، ولی خیلی دوست دارم بدونم. آه برکنه، قربون آدم چیستم. ببین تو کاری هستی قبول، با غیرتی، با همتی، همینا قبول، ولی هم میخوام بهت بگم نوکرت نوکرت. خیلی خوب، یعنی آقا سیروس همه اینا رو تو من میبینی؟ بله، ولی من میخوام بهت بگم من یعنی شما یه همچی آدمی رو قبول داری؟ آره بابا، کاری سالم، ولی من میخوام بهت من کوچیکم. بلم کن دیگه. ای دل خونجا بایستان، میخوام حرفم بزنم. ای داری بادکش میکنی منو. ببخشید، بفرمایید. بایست اینجا بذار بگم چی میخوام بگم. معذرت میخوام. ببین سمیر جانم، تو باید ازدواج کنی. جدی میگین؟ علی سلام موشن خان، خیلی مخلصیم. آقا مشتلو قدی آشپزخونه رو پیدا کردم. چی رو پیدا کردم؟ من پیدا کردم. بابا چی داری میگه؟ من پیدا کردم. یه دقیقه صبر. سلام موشن خان. آقا به جون مادر من، ما پیدا کردیم آشپزخونه. من پیدا کردم. چی میگی من پیدا کردم؟ خجالت بکش بابا، یمک من تو داره. اگه نداره واسه چی خوشحالی میکنی میگی من پیدا کردم؟ علی موشن خان، بده من، بده من، بده من، بده من، بده من، بده من، پیدا کردم. من پیدا کردم. سلامش بشه. اوشن خان خیلی ببخشید، ایشون پیدا کردن، هم خود شخص شخصشون پیدا کردن. خوب شد؟ بله بله، دقیقا خودم یه همچین حسی رو دارم. کلا من از اون دست جوانایی هستم که به من هنوز داری فک میزنی؟ جاسم خواهی چی به این نمیگه کار نمیکنه، فقط داره فک میزنه. دروغ میگه آقا جاسم، دروغ میگه. داشتم کار میکردم، یه دقیقه فقط وایسادم که استراحت کنم. یه دقیقه است، یک ساعت داری کف آشپزخونه رو میشینه. من کف آشپزخونه چقدر کار داره؟ آقا جاسم اصلا بی خود داره میگه، بیژن خودش داره حرف میزنه، داره کار میکنه، دستش بته، فکرش هم به کاره. سیروس تو پروش کرده اینو ها. سیروس یا آقا سیروس، باز احترام بزرگتر. یادت رفت که یادت گر خوبه چو استاد. ببین دستم به تیه. فکرت کجاست؟ فکرم به کاره. هیچی آقوشن دستور دارن که شما از همین بیرون مراقب باشین، چک کنی رفت آمده رو. چی من چک کنم؟ آره شما چک کنی. آقا اوشن خان توجیه شدن که داره برف میاد.
بله توجیه شدن. از شدتش هم توجیه شدن که من هیچ پوششی ندارم اینجا. توجیه شده دیگه، حتما داره میگه آقا منو چه. خدافظ خاله جون، خدافظ بچه‌ها. خدافظ. پسر صف قربونت برم. اینو بگی خودت بخوری یا ندی به کسی. خب کتابات هم ورد و کاپشن تا بپوش. قربونت برم. با احتیاط برو، خب؟ خدافظ. این پسر نیومد؟ امیر و کیوان تو اتاق جایی نرفتن. اونا رو که نمیگم، منظورم سمیره. سلام آقا پسر. سلام. داری میری مدرسه؟ بله دارم میرم امتحان بدم. آفرین پسر خوب، درس بخون که مثل من پلیس بشی. ولی من میخوام خلبان بشم. خوی خلبان بشی؟ آفرین، پسر منم میخواد خلبان بشه. خب حالا بیا برسونمت مدرسه. ممنون، من خودم میرم. دوست نداری با یه پلیس بری مدرسه پیش دوستات قیافه بگیری؟ نه خیر آقا، من همیار پلیسم، کارتم دارم. همیار پلیسی؟ آفرین، حالا که دیگه با هم همکاریم میتونیم به اتفاق بریم. را بیا. کارت شناسایی شما رو ببینم. بله؟ کارت شناساییتون. کارت شناسایی؟ کارت شناسایی من اینها. آقا لباس که کارت شناسایی نمیشه. تو مدرسه ما گفتن حتما یه پلیس باید کارت شناسایی داشته باشه. آفرین. آفرین پسر خوب. شما برو مدرسه‌تون. همه کاسه کوزا رو می‌خوای سر ما بشکنی؟ خب با پیگیری کار آشپزخونه هستم دیگه من. ببینم تو اصلا از این پسر سمیر چیت کمتره؟ هم دانشجوه هم درس میخونه. میرم حالا واسما شده داستانی. بابا اونجوری که بخوام من 400 تا این کار از بردست آشپز. من نمیدونم، یا از امروز میری سر یه کار درست و حسابی یا دیگه نه من نه تو. بعدش هم دیروز با منصور دوستم داشتم تلفنی حرف میزدم، اونم شوهرش الان 3 ماه ورشکست شده ولی از فردای همون روز رفته سر یه کار دیگه. والا الان وقت شما میگیم برو سر. واسه ببینم شوهرش می مانتو فروشی نداشت؟ بله. چینیا بالاخره کار خودشونو کردن، بازار مانتو هم دست گرفتن. من چی میگم آقا چی میگه؟ یا امروز میری سر یه کار درست حسابی یا من دست امینو میگیرم میرم خونه بابا. خب برو خونه بابات. نخند. خب خونه بابات اینجاست، کجا میخوای بری؟ بعدش هم باشه نمیخندم، ولی خودت خواستی ها، پس فردا نگی چرا بلند شدی رفتی کارگاه مردم داری کارگری میکنی یا آبروم رفت و اینا. نه خیر شما برو، من هیچی نمیگم. باشه باشه، پس شما شاهد باشید مادر جون، من دارم میرم کارگری مردم بکنم. الهی شکر. بله دارم میرم کارگری مردم رو بکنم، فردا نگه آبرو منو بردی چرا رفتی ها. جدی میگی آقا امیر؟ داریم میریم. بله ولی ممکنه من تیمه هم بکشم ها. خب کار که آل نیست. نه بابا خاله جان، از قدیم میگم برو کار میکن مگو چیز کار، نکن تنبلی و نگو نیست کار. آره پس من برم یه کاسه آب بریزم پشتش که بره. ای طلا جون قربونه دستت، این کارو نکن. آب میریزم پشت سر مسافر که زودی برگرده، اگه پشت سر امیر خان بریزی میره مسافر کوچه کار نکرده برگشته، به جاش فوت کنه ای بره دورتر کار کنه. باریکلا بالاخره با غیرت شدی ها. میخوام ببینم خود تو الان اینجا وایستادی داری چی کار میکنی؟ حالا من یارزو دارم تو سینه. سلام. تا دوباره چشم من تو رو نبینه. سلام استاد. سلام. به جون خودم قشنگ میدونستم که داری میان، شروع کردم به خوندن که سر به سرتون بذارم. من میخواستم جاسم خانو سر کار بذاریم، من میگم یه آدم باشم دوستم. چند دفعه به تو بگم که موقعی که داری لپه عدس لوبیا برنج پاک میکنی نزن زیر آواز. همین الان شروع کردم بخوندن. همین الان؟ بله. من 10 دقیقه از پشت درم با اینا، صدای انکرال اصفات تو داره میاد. همین میگم که همین 10 دقیقه است، همین 10 دقیقه پیش که فهمیدم شما پشت درین شروع کردم بخوندم. بگو خب. خب و زهر مار؟ آفرین، همین زهر مار. شما اگه یه رو پیش میومدی اصلا اینجا صدا در نمیومد، داشتم لپه پاک میکردم. کو ببینم. نه میخواستم پاک کنم، الان که پاک نکردم. آه اوسا چی اوسا و سلام، ما یه ساعت رفتیم چه غلطی میکردی؟ به تو ربطی نداره. ایشان به تو چه راست میگی دیگه؟ آخه هیچ کاری نمیکنه سیروس خان، شما یکی دو روز داره با من بد صحبت میکنی ها. بیژن واسه بچه مردم سوسه نره، خود اوستا ازش میدونه چیکار کنه. راست میگه دیگه. باشا اون ما خدا چی رو پاک کرد؟ خدا آقا ببخشید. سلام، خسته نباشید. میخواستم راجع به منوتون برای مجلس سوالی بکنم. آقا ببخشید. خسته نباشید. آقا گفتم موقع پاک کردن آقا میخواستم راجع به منوتون یه سوال بکنم. این عینکو برمی‌داره که توش سنگ پیدا میشه. همش موقع آقای عزیز. چشم آقا شنیدم، چشم. برو این آقا چی میگه؟ چشم. ببخشید شما چند لحظه اینجا تشریف داشته باشید. من دو دقیقه میرم بیرون کار دارم. تا برمیگردم مواظب بچه‌ها باش. جاسم جون نرید اونجا. زود بیا. زود بیا. چته تو هم اینقدر آبغوره میگیری؟ خب پاک نکن پیازی، یه ذره سیب زمینی پاک کن. ببخشید.
می‌خواستم بپرسم که شما غذا برای مجلس عروسی میخواد یا روم به دیوار عزا؟ یعنی چی؟ مگه چه ربطی داره؟ ربط داره آقا جون. اگه برای عروسی بخوام غذای شاد بهتون میدیم، اگه برای عزا بخوام غذای غمگین، مرغ خورت مشکی میکشی. از تو پرسید داری جواب میدی؟ من جواب شما رو دادم. قشنگ خواقی چه سوالایی میکنی؟ خدا آقا عقل داره دیگه. منو رو بذار جلو قیمه ترا میبینن هر کدوم میخوان انتخاب میکنه دیگه. اصلا کی به تو گفت بیا اینجا؟ بیا پایین ببینم. بیا پایین ببینم. تو جو سوالا نکن میذارم شناسات رنگی میکنه. آقا خواهش میکنم آقا من خیرش گذشت. آقا آقا اجازه بدین. نفهم حالا مشتری میپرونی خوبه واسه تو استان بیا بعد جواب بده استان کارا خوب الان دیدی چی هستی با درست صحبت کن سرت واسه من نمر بالا دوباره صدا تو اونن کردیم زدم چه شو ببین چه شو چه اینجوری نه گوشیشو جا گذاشته بعد برسون بهش گوشیش بودو چقدر پررو آخه کیوان شما پرروتر از سیریوس کن کیوان ما پرروه نه پررو نیست آقا سلام سلام از باس شما چرا سلام کردید قربان من نوکر شما خواهش میکنم اشکالی نداره شما پسر آقای موزی یا آقای املشی هستی نه 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 هیچ کدوم من هیچ نسبتی باش نسبتی که چرا دروغه در واقع فامیل دورشونم فامیل دورشون بله من دامادشونم من دامادشون هستی به هر حال ما یه سری سوالات از شما داریم اگر تشریف بیارین کلانتری با ما همکاری کنیم ممنون میشم چش چش من با جون دل با پلیس همیشه همکاری کردم خدمتگزار شما هستم فقط اجازه بدین یه لحظه اجازه ببخشید کجا نه نه میخوام آمار یه چیزی رو به شما بگم در جریان باشید ببخشید آها اون سری هم که همین آقای املشی با بیژن فرار کردن بنده خبر دادم این همکاران صدادهتون در جریان هستن امیر مزگونچی اونجا بله آقا شدن. من در جریان هستم آقای مزگونچی گفتن دست شما در بله بله گفتن دست شما در نکنه بفرمایید بریم کلانتری بقیه توضیحات اونجا میدیم اونجا یه موقع میگم مزاحم شما نشیم میخوایم همینجا سوالات رو بپرسیم نه شما مراهمین بفرمایید کلانتری اونجا فقط چیزی من بچه کوچیک دارم برم بهشون بگم بیام نه همین الان برمیگردی عزیز من چند تا سوال فقط چشم چون گفتم بگرم نه اصلا نگرم نم من خاک پای شما هستم قربونتون برم چی کار داری میکنی آقا ببخش بزرد مرچه شده چی شد نه ایب نداره بزرد خب ببخش آقا ببخش همیشه کوچیک بود درخت موازه باش چی شد خورچینی جواب نداد بالاخره که برمیگرده سمیر بده پیامکش یه نگاه بندازیم بده سرود خوام میگم یه زنگ بزن خونه ببینیم چه خبره بی خود تلفن مال مشتری ها نمی خواد حالا وکیل رسمی مشتری بشی ما خودمون شور دادیم یارو اومد بهش میگم آقا یه زنگ زدیم فوقش پولشو میدی حتی بد معلومه ببین بیژن گل گفت دلم یه ذره شده خونه بده زنگ اصلا برمیگردم میگم آقا ما به خونه زنگ زدیم انقدر پولش میشه بده حق با شماست اصلا واسه ببینم این شارژ آره از این شارژیاست این خدمت شما باشه هر چقدر دوست داری صحبت کنید من برم فروشگاه سرکوچه یه دونه این کارت شارژ براتون بگیرم بود اومدی بودو حرف نزنین سر من درد میکنه حرف نزنین بیا ماما جان دوتا از این قرصا بنداز بالا حل بابا حالا یکی این تلفنو برداره تو برو دیگه بابا چرا تو این خونه هر چی کارو به ما میگی عجب بدبختی داریم آه بله بفرمایید ای آقا جونه نه آقا جونه آقا جونه من سیروس ها گوشی دستت باشه الو ماما چی گریه میکنی؟ آقا سیریوس داره با کی حرف میزنه کارتش هاش پیدا نکردم گوشی بده من گریاتو بکن بعد صحبت کن ماما گوشی بده مریم گوشی بده من با خانواده صحبت میکنم میفهمی؟ بله متوجه هستم ولی چون قرار بود هر روز خبر سلامتی آقا سیروسو بدم به خانواده گفتم گوشی بگیرم عذرخواهی کنم من الان داره با ماما صحبت میکنه میفهمه من خودم سلام دیگه برام سلام گرم منو بهشون برسون برای هر از چنگای پاتونو بشورین بعد نیست برای پوست پاتون اصلا زرد
هر چی میگیرم اشغال قربون. مگه خط صفر تحویلش رو ندادی؟ چرا آقا، من یه ساعت پیش واسش خریدم. پس چرا انقدر اشغاله؟ آقا جسارتاً اگه اجازه بدیم من برم، قول میدم نامردم اصلا اگه به پلیس بگم. باور کن نمیگم من. ببند اون دهنتو. چش، فقط میخواستم خدمت. ببند دهنتو دیگه. احمق جان، مگه نگفتم بچه کوچیک خانواده رو بردار بیار اینجا؟ اینو برای چی آوردی؟ بفرما. قربون بچه کوچیک کارت شناسایی میخواد. اینو نگاه نکن بابا، این خنگه. دو تا میزدی تو سر سوار ماشینش میکردی و همین داشتی میآوردی اینجا. بله. قربون روز روشن، اونم تو اون محله شلوغ، دو تا بزنم تو سرش به همین راحتی. با من بحث کن. کی؟ شما دیگه آقا جون، من کوچیکم، منو برداشتی آوردی؟ ببین که من کوچیک همشو آقا گرفتم. اجازه بدید من برم دو صبح خودم بچه‌رو بردارم بیارم. حالا با این چیکار کنی؟ آقا من که دارم میگم چیکار کنی؟ هیچ کاری نکن، بذار من برم. من زن دارم، من بچه. آقا من نوکرتم. بابا یکی اینو خفه کنه. فیروز. نه آقا، اون نه اون نه. بله. هیچی آقا. میام چی شد آقا؟ عصبانی شد. من حرف قرار شد حرف نزنم. خفه میشی آ. چش. یه وقت برنگردم آ. نه شما برنگرد دیگه. هنوز اشغاله؟ بله آقا، اما نگران نباشید، الان میگیرمش. خب احمق جان، آشپزخونه رو بگی. راست میگه دیگه، واقعا مسخره است. من نمیدونم کدوم احمق پیشنهاد داد گوشی رو ببریم بذاریم اونجا. گوشن خان. براو آقا، براو، واقعا نظرم پیشنهاد نیزونیه. آزاد کرد، گرفتنش. بدم، آزاد کرد. بدم. الو؟ بله؟ بفرمایید. بله بله، گوشی؟ آقا سیروس، با شما میخوان صحبت کنم. با من کار داره؟ آره، میگه میخوام با سیروس املشی حرف بزنم. زن یا مرد؟ ها؟ بپرس بین زن یا مرد؟ بابا چرا بحث میکنی؟ خب از خونه هستی، سیروس خان بیا جوابشو بده دیگه. آخه مگه خونه شماره این طرفو داره؟ مگه ما الان با این گوشی زنگ نزدیم به خونه؟ مگه خونه شما آیدی کالر داره؟ ببینین چقدر فضوله که میدونه خونه ما آیدی کالر هم نداره. بعدشم مگه بهت نگفتم با بزرگتر اینجوری صحبت نکن؟ اینی که بیا گوشی رو بگیر و بحث میکنه اینو نداریم اینجا. ببینم پس این کیه زنگ زده به این گوشی باشه؟ بپرس ببین کیه دیگه. بله عزیزم، چرا فوشو بد میدی؟ سیروس خان بیا فوشو بد میدی، شما کار داره. الو، قباحت داره، خجالت بکش، عمر نکن. آقا بی تربیتی حرف زدی، قطع میکنم آقا، گفته باشم. پس خوب گوشی تو واکن، ببین چی میگم. این فامیل چیه؟ کوچیکی شاه امیر مزغونچی. ببین این آقای امیر مزغونچی فامیلتون الان پیش آقا هست. آقا من فامیلیشو نیستم. بشین بابا. بفهم. این فامیلتون آقای امیر مزغونچی الان پیش ماست. اگه جنسایی که پیشتونه رو رأس ساعت چه ساعتی قرار بذار. ببین رأس ساعت 11، نه یه دقیقه این ور، نه یه دقیقه اون ور. ببین گوش کن، تصحیح میکنم، رأس ساعت 7، نه یه دقیقه این ور، نه یه دقیقه. احمق جان، این 7:11 است یا 2؟ خیلی عذر میخوام، برام ببخشم، بالاخره چند ماه اعلام کنم. 2. ببین ظاهرا تصمیم نهایی جمع بر این شد که شما رأس ساعت 2 جنسا رو تحویل بدی. اگه این جنسا رو سالم و صحیح آوردی به آدرسی که میگم، فبه ها، اگه نیاوردی فردا صبح جنازه‌شو میفرستم در اون آشپزخونه که حالشو به من چه بیرس گوشی بده. آقا سیروس میدونم برای سخته، ولی برای یه بار، فقط یه بارم شده تو عمرت حواستو جمع کن. جون من در خطره، اینا آدمای عوضی هستن. آقا یه لحظه واسم، شما جنسا رو بیارم پولشو میدم هر چقدر شده. آقا سیروس، آقا من بچه رو بیارم. الو، بعد دیگه تکرار نمیکنم. پس آدرس رو یادداشت کن، جنسا رو میاری به این آدرس. یادداشت کن، پارک جمشیدیه، کنار استخر بزرگ، نبش بزکویی. ببین دو تا بزه ها، اونی که روش به کافی شاپه. پس بزه بقیش یادداشت کنم. اجازه بده، یه دقیقه. سیروس، بگو بکشنش، بگو امیر بکشنش، منو چه داره بلوف میزنه بابا؟ من میدونم. زرنگ مگه نمیخواد منو چرا بگیرید؟ بعد بری سر قرار دیگه. خودم میدونم، صداتو بیار پایین، من دارم حرف میزنم. بابا برو مرد ببینم، پرپرک میگی منو بشین اونجا دیگه. اعصاب آدم نمیذارن. ببخشید منو چه، ببخشید. پارک جمشیدیه، کجای بزکویی؟ نبش بزکویی، بسیار خوب، جای خوبیه. نبش بزکویی ساعت 2. میگم آقا من چه راهی نداره، ساعت تو همه خوابن، 12:11. خب نه
آخه نه خب یه 11 خودت الان گفتین ها اون رو حساب میگم بس یه هفته مطرح شد آقا منوشه نه باشه باشه قبول کن دیگه حرف بد نزن خب آقا منوشه اینا رو ول کن خودت چطوری یارو قاچق چی داره حالش الو الو عجب آدم بیشوری ها خداحافظی نکرده قد کرد سوز خواه شما یه چیزید میشه یارو قاچاقچی چیه واسیده باشه رو بس میکنید سر ساعت خب قرار رو تو بزه دیگه حالشو میفارسی جنس ها رو از کجا بریم بیشن جنس ها رو گاهی نفهمیدی جاسم گوه شما قرار رو تو بزن جنس ها رو جلد عدیف میکنم اینه هاشش خود شما جاسم کلاتو چه نداشتی سره اون شا اومد نشاشت جاسم بلش کنو بیا بیا با اون یارو منو چرا زنگ زد جنس پس با سیروس قرار گذاشت گفت جنس پس بخوام جنس پس الان چقدر میتونی ردیف کنی نه من زرم سلام چقدر میدونی الان مشورت کنیم ببینیم برو بانز خودت مشورت کن برو من ببینیم اه ببینم مگه منو چه زنگ زده بود منو چه زنگ زده اون به کنار خب. رفته بودی منم جان یه دقیقه وایسا چیه گم نگران نباش دیگه الان هر جا باشه دیگه پیداش میشه تو هم وقت گیر آوردی ها هر نیم ساعت به نیم ساعت داری این جمله رو تکرار میکنی خب اگه میخواست بیاد تا الان اومده بود خب مریم جون حالا سیاد خودتو ناراحت نکن شاید بازم رفته سینما هر سینمایی هم که رفته بود تا الان باید برمیگشت به قول ویژان اول فکر کنید بعدا حرف بزنید ای اومد دیر گفتم کیوانه سلام پیداش کردی؟ نه هوا خیلی سرده به کیوان چه ربطی داشت چی شد؟ هر جا که فکرشو بکنی رفتم پیداش نکردم منم دارم میبینم از گشنگی مامان مامان چه خبر این موقع شب؟ قرار شد این دوتا تونل واشون بالای خلوت چه؟ جفتش کیپ شد کمپله چی میگی تو؟ بابا میگه هف خوب بود راست میگه دیگه دو خیلی دیره هفشا کیپ این آقا اول این گفتش اینا شاهد خودش بابا اینا دیگه کیه؟ اینجوره میکنی؟ آقا ببخشید شما این عاقل تری شما اجازه رو من به خونه زنگ بزنیم خونه بادم اینا رو تحت فشار قرارم کارا رو غلطک میفته بذاری من زنگ بزنم بابا این از سر شب تا حالا اعصاب ما رو نو کردیم نو کرد گوشی رو بهش بده یه زنگ بزنه دست رو دادم گوشی درش بده کی؟ شما دیگه نه بس موقعی با گوشی آقا بزنم ردشو بگیرن اینا دیگه کی هن؟ خیلی خب آقا بیا شماره رو گرفتی اینو بزنی این اوکی بلدم آقا بلدم این اوکی آقا بلدم آقا خیلی بلدی بابا اون سر و تس بلدم آقا بلد اه این عکس خودتونه؟ کی؟ این بریم آره چرا رفتی تو منو بده من آقا بابا تو منو نرفتم آقا تو صفحش بود بابا اون منو بود صفحش بود شما ببینید آقا نمیخوای زنگ بزنی اگه بلد نیستی بده بگیره شما آقا بلدم چه گیری دادی بلد نباشم من بابا عکس رو واسه چی نگاه می‌کنی بده من عکسو نگاه کرد گیر دادی بده من دیگه رفتی تو منو بده من دیگه رفتی تو منو گیر میدی شما بچا من رفتم کجا میرم دم در وایستم نمیخواد بابا هوا سر داره هر جو باشه پیداش میشه بله بیا الان یه دروغی هم سر هم میکنه کیه؟ بیا امیره زیمه امیره الو امیر خان دست درد نکنه آخه تو نمیگی من نگران میشم دارم میمیرم یعنی چی من دوشم انتا یه زنی بزنی ها چیه؟ باید فرصتی هم بده اون بدبخت جوابتو بده خب الو الان کجایی؟ گروگان گرفتنت؟ داری منو مسخره میکنی؟ امیر به جون امیر اگه تا یک ساعت دیگه خونه نباشی نه من نه تو میرم خونه بابا کجا بود؟ کجا بود؟ کجا بوده؟ بذارید برسه یه بلایی سرش بیاره خیلی خب حالا کجا بود؟ خب من که نفهمیدم گفت گروگان گرفتن چی؟ گروگان؟ آخه مگه بچه مایدار یه آدم مهمی این بود و نبودی سی جامعه اصلا فرق نمی کنه بله؟ نه آخه شما آخر اینا نه که اخلاقتون خوبه این داره سوء استفاده میکنه مهربون هم که هستین دیگه حس ترحمتون داره برانگیخته تر میکنه آقا من اصلا به من چه تو مسائل خانوادگی دخالت میکنم من مثلا مریضم پس خودتو حتما به یه دکتر نشون بده باشه چش جاسم خان جسارتا نمیشه با آژانس بریم نه آخه اینجوری سرد سوز میخوره به میچای ما آخه آدم سر اینجور قراره با آژانس میره از اون جهت میگی بیجان ساکو چرا نهی بودی؟ من مراد آوردم بگی میگم تیری پیش دوستانی همین آقا چه فرقی میکنه از خود باشه دیگه
آقا جان بگو این کیفو بگیره. ما بگو. آقا سیز چه فرقی میکنه آخه؟ ما همه با هم سواره این موتوریم. اگه پلیس بگیره میخوای بگی یهو افتادیم وسط؟ به سلامت، فقط مواظب باشین، خیلی خطرناکه. مگه تو نمیای؟ نه دیگه، من یه سر میرم دم خونه آقا سیروس، اینا نگران نباشن. تو چرا نمیفهم اونجا خونه سیروس نیست، اونجا خونه ماست. واسه چه میخوای زیر کارداری خونه ما رو چرا بونه میکنی؟ ما رو همین الان حکم آزادی مونیا رو نمیشه بریم دم خونه سر یکی نیست. چرا تو چقدر پررویی؟ من به خاطر خودتون میگم، مگه نه خودم خوابم میاد. سمیر بیژن راست میگه، یکی نیست شب فقط خبر کشت و مرد رو میبرن. خوبیت نداره بابا. بیا بشین. جامو نمیشه. گفتم بیا بشین. اوستا بیام پلیس میگیرم. اونش با من. بیا. میگم جا نمیشه. میگی میشینی یا به زور سوارت کنم؟ چرا چرا فکر کنم داره جام میشه. راحت شدی؟ تلفنتو زدی؟ چقدر نگرانت بودم. نه اینکه واسه شون مهم نبودم و نه، من خودم یه جوری بهشون گفتم شما منو گروگان گرفتین که اونا نگران نشن. آره معلومه. بله خیلی نگرانت شد. خفه خون بگی. کی؟ با من بودن آقا. با من بودین دیگه، درسته؟ ببرون زبون تو. آقا اگه اعصابتون رو برمیریزم میخوای من برم؟ دم بوز پیرم نبودن. بگی منو دم بوز کوی کافی شاپ هم نبودن. ساعت چنده؟ ساعت ندارم. ساعت نداری؟ منم ندارم. یه رو به سه شاسم خواه. من میگم ما از همون اول باید به جناب سرگاه نوستسی میگفت. لازم نکرده. ما تا منوچهر دارو دستشو پیدا نکنیم نباید به پلیس خبر بدیم. بفرما اگه الان پلیس اومده بود اینجا شماها رو میگره. فهمیدی سیروس خان؟ اینم حرف حسابیا. پسر جان با توه، یه ذره فکر کن بعد حرف بزن. همینه میخواستی که زایشی. ببین تو یکی دعا کن که مشکل ما حل نشه، چون اگه حل بشه چند تا کار نافرم باید دارم. ببین فقط به خاطر وجود گل آقا سیروس. بس دیگه، شما هی جر بس میکنین. همچی میزنم تو من جرقه بلدیدا. چش یهیم. ببینم سیروس جان، تو مطمئنی ساعت دو قرار گذاشتی؟ جان خودم به عمرم انقدر مطمئن نبودم. ببین دو بار تاکید کرد، گفت رأس ساعت دو، یه 11 و گفت. من گفتم 11 پیگیر شدم، یک حرف نامربوط زد. حالا گفتن نداره، ولی گم کنم تو ترافیک گیر کردن اینا. میان سیروس خواه الان چله زمستون ساعت نصف شب کجا ترافیک هست که آره اکر پیزنی؟ تهران بابا معلوم نمی کنه سن شب دیگه ترافیکه. آقا جون بلند شو بریم، اینا بیا نیست. نه جان آقا جون، با شاید دو قدیم بوده من حالیم نشد، یه خود دیگه بشینیم دیگه. سرد هوا باشم در جریان نیستی بزن که دو سال دست نمیزنم به ساعتو که. خب من میگم که با همون شماره که داریم یه زنگ به موبایلشون بزنیم. بابا زنگ زدی من ندیدی، خاموش بود دیگه، شاید شارژشون تموم شده. بذار یه برسن به شارژ، شارژ کنم بعد ما بهشون زنگ بزنیم. بابا سیروس خان نمی شومیده نشستیم و چی نمیتونی بلنشی؟ خیلی بیشتی چاپ این خوبی رو بکنم بریم تو زیر زمین بگیم چی؟ امشب باید تو پارک بخوابه، یه بلنشو بریم اینو بریم آقا. یه روم دیگه بش. بیا آقا جون بیا بری. اوه ها چه کورت دوا کن خواب کفشه گونده پیشتی ندیدم دیگه. له کردی پا ما اوستای روشن نمیشه. خب برو اون کلید بغل ستون رو روشن کن. من مطمئنم اونا از دور تعدادمون رو دیدن ترسیدن، شما من هیکل لرش هم انداختی وسط. درست معمولا اینجور جاها هرچی تعداد کمتر باشه خیلی بهتره. بگین خب. اوسته یکی بیشتر گفت خوبا. بابا اون برقو میگم روشن کن. باشه بابا پیدا نمی کنم. چرا فک میزنی؟ ارزه برق روشن کردن نه روشن کن دیگه. تو ارزه داری تو بیا روشن کن. اوسته تو زدی تو سرم؟ من که اینجا هم، کاش که من اونجا بودم میزنن تو اون سرت. برق روشن کن. باشه ولم نکنید. بکنم فرار کنید فرار کنید. هیچ کی اجازه نفس نمی کشه. آقا سلام. فون نمیخوره. همین خدا منوچهر. بله آقا منوچهر. آقا سیروس خب جنساشو بیاریم بدین شاکی قاطی کرده دیگه. پوشن خواد اینا تعبیر شما. بایزه تو من دیگه مرخص میشه. بایزه بریم من به کجا؟ چشم فکر نمی کردیم پیدا تو کنیم. سرکم میدم مرد سای پارک جمشیدی اینجاست، یک شرط ما رو دم بزرگویی نشوندی تو این هوا. یک سر درسته؟ نه درسته؟ سیروس خود شد دریوری میگی؟ ببخش
دری بری کدوم بزن بسرسه جنسش ناجنسه. آقا این همون منوچه که یک سال ما بودون نمو سرسه ده. آقا میبندی دهنتو یا بیان ببند میبند آقا ببند تهدید میکنی سرکنم گیر پلیس بیافتی زبون اینقدر درازه. آقا زنگ بزن به جام سرکن نصده بگونی اینجا زنگ بزن زنگ بزن چرا دری بری میگی نمینه چی تو پشتمه بیشم بگو میترسن دیگه خودم زنگ میزن فقط اون دو نفر بپا دو زن خودم زنگ میزن آخ امو جان فکر نمی کنی که خیلی دیر وقته ساعت 4 صبح اگر جام سرگرد بیدار کنی از خواب ناراحت میشن آن نه امو نگران نباش جام سرگرد همه هنگ تا صبح بیداره فقط حواست به اون باش به بعد چشمم روشن بزن قدش ببینم تو رفیق منوچهری؟ میدونی کیه؟ همونی که گفت اون روز که یه سال اینجا خالی خونه خونه این بالا همین آقا آقا چشمت به اینم باشه آقا شایزه بده من اینو آدمش کنم بابا حالا که یوزه اسم اینم بنویم کی؟ همین شخص شما که درزی جلد کردی فکر کردی اصلا پای تخته بخوام بنشیم طول نیست بنویش کار دارم شما الان تماس میگیرم اوه من دیگه گفت خجالت بگیش کوری مگه دم رد میشم بابا جنسا کجا؟ بیشن کجایی؟ اسم این هم بنویس به شاهد باش چقدر نداره تو پیشون دار تو شاهد باش باشه باشه بله آمدم ببخش بله بیا جان اینقدر بول نخور بایست سر جات بگم از اقل قصد تموم کرده یه مقدار دایه است بایست سر نزم بینم بابا آقا به جون مادر من بیگناه هم من به خاطر جنسا با اینا قاطی شدم من اخوال کردن اینا بسته بابا انقدر ناله نکنی جنسا کجاست؟ جنسا کجاست؟ کجا گذاشتی ساکو؟ ای جاسم بی‌معرفت سر خوردی به این جوی طرف اینا بیژن اگه جادر اسم اینم بنویس دوتا زبدرم زدی بنویس اسم باره بینیم بابا تو هم ها بده آقا من میتونم بگم؟ بفرم دست دفعه مرحبا اوشن خان مرحبا خوب گفتی جنس کسی از جاش تکون نخوره یه کلمه تکون بخوره چکی تو میکنم سروان خسروی هستم از مبارزه با مواد مخدر بگو اصلش بندازم میگه بنده آقا به جان مادر من فامیلای درجه یک که اینم آجان سروان ببخش من تو کار شما دخالت میکنم چون تو فیلم مده برو عقب اصلا باسی که نیست بگیم هایی باشه تو برو عقب بیزنم برو عقب برگر بینم برگر برگرد تو اینجا برگرد ها به بچرخ خوبه مردم آزاری یه سرزاد داشتی نم این مونده جاستن فامیلیت خسرویه خیلی مردی اسم جاستن به بزن از اون لیست خیلی مرد خوبیه در بیاره اگو سیر افرام درگیر شما به نفع جفتمونو برگردی به جان مادرم میزنم ها جان فرما بیشن اونم بگرد اونم بگرد بگرد اون چاقا ماغون نداشته باشم بگرد Oh,